معنای تسلیم، پذیرش لحظه حال. پرسش: شما چندین بار درباره تسلیم سخن گفتید. من از این کلمه خوشم نمیاد. از این کلمه بوی جبرگرایی به مشام میرسه. اگه همیشه چیزها رو همونطور که هستند بپذیریم، هرگز نمیتونیم کاری کنیم که اونها بهتر از چیزی بشن که هستن. به نظر من پیشرفت چه در حوزه شخصی و چه در حوزه عمومی و جمعی، نتیجه اینه که محدودیت‌های موجود در لحظه اکنون رو نپذیریم و به فراسوی اونها بریم و چیزی بهتر بیافرینیم. اگه این کار رو نکرده بودیم، حالا باید در غارها زندگی می‌کردیم. چطور میشه تسلیم رو با دگرگون کردن اوضاع و احوال آشتی داد؟ پاسخ: برای بعضیا ممکنه واژه تسلیم مضمونی منفی داشته باشه. شکست، عقب نشستن، ابراز ناتوانی در برابر چالش‌های زندگی، خمودگی و غیره. اما تسلیم حقیقی چیزی ورای همه اینها. تسلیم به معنای این نیست که با هر وضعیتی که روبرو میشی سازش کنی و دست از عمل برداری. تسلیم به معنای این نیست که طرح و برنامه‌ای نداشته باشی و اقدامی نکنی. تسلیم به معنای بصیرت تشخیص، ضدیت نکردن با جریان زندگی. تنها جایی که میتونی جریان زندگی رو تجربه کنی لحظه حاله. بنابراین تسلیم پذیرش بیچون و چرای لحظه حاله. تسلیم کنار گذاشتن مقاومت درونی نسبت به اون چیزی که هست. مقاومت درونی نگفتن از طریق قضاوت کردن و احساسات منفی داشتن به اون چیزی که هست. این مقاومت وقتی آشکارتره که چیزی بر وفق مراد نباشه، یعنی شکافی بین خواسته های تو و واقعیت های موجود پدید اومده باشه. این شکاف، شکاف درد و رنجه. اگه به اندازه کافی عمر کنی، متوجه میشی که اوضاع و احوال همیشه بر وفق مراد تو نخواهد گشت. درست در همین لحظه هاست که به تسلیم نیازمندی. اگه میخوای دچار درد و رنج و اندوه نشی، پذیرش آنچه که هست بیدرنگ تو رو از یکی انگاری ذهن می رهانه و به این ترتیب تو رو با هستی مرتبط می کنه. مقاومت یعنی ذهن. تسلیم پدیده یه کاملا درونی. تسلیم به این معنی نیست که در سطح بیرونی عمل نکنی و وضعیت نامطلوب امور رو تغییر ندی. تسلیم به معنای پذیرش کل وضعیت امور نیست، بلکه به معنای پذیرش بخش کوچکی از این کل هست، یعنی پذیرش لحظه حال. برای مثال، اگه در گل و لای افتادی، نباید بگی خب خودمو ول میکنم تا در گل و لای فرو برم. ول کردن خود اصلا به معنای تسلیم نیست. لازم نیست که وضعیت نامطلوب و ناخوشایند زندگی خود رو بپذیری تا به این ترتیب تسلیم بوده باشی. نباید خود رو فریب بدی و بگی در گل فرو رفتن چیز بدی نیست. نه، تو کاملا میدونی که دوست داری از گل و لای بیرون بیای. اون وقت توجه خود رو به لحظه حال معطوف میکنی بدون اینکه برچسب خاصی روی اون بچسبونی. به این معنی که درباره لحظه حال قضاوت نمیکنی. بنابراین دیگه مقاومت و یا احساسات منفی در تو وجود نخواهد داشت. تو بودن لحظه حال رو میپذیری. اون وقت اقدام میکنی و با تمام وجود میکوشی و از گل و لای بیرون میای. چنین اقدامی اقدام مثبته. اقدام مثبت بسیار موثرتر از اقدام منفیه. اقدام منفی زاده خشم، یأس و یا ملالت و خستگی. تا رسیدن به نتیجه مطلوب تسلیم رو تمرین کن، یعنی برچسبی به لحظه حال نچسبان. اجازه بده مثالی بزنم تا این نکته رو برات ساده تر کنم. شب و تو پیاده در جاده‌ای سفر می‌کنی. مه همه جا رو پوشونده. اما نور قوی یک چراغ قوه مه رو می‌شکافه و راهی باریک و صاف رو در مقابل چشمان تو می‌گشاید. مه وضعیت زندگی تو، وضعیتی که شامل گذشته و آینده هم میشه. نور قوی چراغ قوه حضور آگاهانه تو. راه باریک و صاف هم لحظه حاله. عدم تسلیم وضعیت روانی تو رو سفت و منقبض میکنه، پوسته نفس رو، و به این ترتیب حسی قوی از جدایی میآفرینه. اون وقت دنیای پیرامون تو
و به ویژه آدم ها تهدیدی جدی به نظر می رسن. اینجاست که احساس می کنی دوست داری با قضاوت خود دیگران رو ویران کنی. دوست داری رقابت کنی. دوست داری چیره بشی. حتی طبیعت هم به نظر تهدیدآمیز میاد و در نتیجه ترس بر تفسیرها و تصورات تو حاکم میشه. بیماری روانی که پارانویا نامیده میشه فقط کمی وخیمتر از این حالت آگاهی. نه تنها وضعیت روانی تو بلکه وضعیت فیزیکی تو، عضلات بدن تو هم در اثر مقاومت سفت و منقبض میشه. در قسمت‌های گوناگون بدن خود احساس تنش میکنی و کل بدن تو واکنش نشون میده. جریان آزاد انرژی در بدن تو که برای سلامت بدن ضروریه به شدت محدود میشه. فعالیت‌های بدنی و بعضی از فیزیوتراپی‌ها برای برقراری دوباره این جریان انرژی مفیدن. اما اگه تسلیم رو در زندگی روزانه خود تمرین نکنی، فعالیت‌های بدنی و فیزیوتراپی‌ها تسکینی موقتی میشن. چون علت اصلی یعنی الگوی ذهنی مقاومت هنوز از بین نرفته. حقیقتی در درون تو هست که شرایط و وضعیت‌های گذرای زندگی تو نمیتونن بر اون تأثیر بذارن. تنها به واسطه تسلیمه که به این حقیقت دست پیدا می‌کنی. این حقیقت حیات توه، وجود توه که جاودانه در اقلیم بی زمان لحظه حال ساکنه. پیدا کردن این حقیقت تنها ضرورت زندگی ماه. اگه وضعیت زندگیت رضایت بخش نیست و حتی اگه غیر قابل تحمله، تنها به واسطه تسلیمه که میتونی ابتدا الگوی ناآگاهانه مقاومت رو، یعنی الگویی که به اون وضعیت تداوم میبخشه رو بشکنی و به اون وضعیت خاتمه ببخشی. تسلیم با اقدام و ایجاد دگرگونی و یا دستیابی به هدفها کاملا هماهنگه. اما در حالت تسلیم نوعی انرژی کاملا متفاوت با کیفیتی کاملا متفاوت به متن عمل تو جاری میشه. تسلیم تو رو به منبع انرژی هستی وصل میکنه. اگه عمل تو از منبع هستی سیراب بشه، اون وقت این عمل به جشن شادمانه انرژی حیات بدل میشه که تو رو به لحظه حال نزدیکتر میکنه. از طریق عدم مقاومت درونی کیفیت آگاهی تو و در نتیجه کیفیت کارهایی که انجام میدی و چیزهایی که میآفرینی بی اندازه بالا خواهد رفت. نتیجه عمل و اقدام تو آینه کیفیت آگاهی تو خواهند شد. میتونیم این عمل و اقدام رو عملی مبتنی بر تسلیم و رضا یا عمل صالح بنامیم. این نوع عمل عملی نیست که تاکنون با اون آشنا بوده ایم. به میزانی که آدم ها بیدارتر میشن، واژه عمل بیرنگتر میشه. شاید بشه واژه دیگه ای رو جایگزین این واژه کرد. کیفیت آگاهی تو در لحظه حاله که آینده تو رو تعیین خواهد کرد. بنابراین تسلیم مهمترین عامل دگرگونی های مثبت زندگی تو در آینده خواهد بود. تمام کارها و اقدامات تو ارزشی ثانوی دارن. هیچ اقدام حقیقتا مثبتی نمیتونه از حالت عدم تسلیم آگاهی زاده بشه. پرسش: چنین به نظر میاد که اگه من در وضعیتی ناخوشایند و ناخواستنی قرار بگیرم و کاملا لحظه حال رو همونطور که هست بپذیرم، دیگه رنج نخواهم بود. اما هنوز نمیتونم بفهمم که اگه قدری نارضایتی در میون نباشه، انرژی یا انگیزه لازم برای اقدام و ایجاد دگرگونی از کجا میاد؟ پاسخ: در حالت تسلیم کاملا مشاهده میکنی که چه اقدامی لازمه. اون وقت اقدام میکنی. در هر لحظه یک کار رو انجام میدی و در هر لحظه فقط بر روی یک کار متمرکز میشی. از طبیعت یاد بگیر. ببین چطور همه چیز بدون اینکه نارضایتی و ناشادمانی در میون باشه خود رو شکوفا میکنن. به همین دلیل بود که مسیح گفت به لاله ها نگاه کنید، ببینید چگونه میروین. آنها نه حسرتی به دل دارن، نه مشقتی را متحمل میشون و نه دغدغه روزهای آینده آزارشان میدهد. اگه کل وضعیت زندگی تو رضایت بخش نیست و خوشایند نیست، لحظه حال رو از اون جدا کن و تسلیم آنچه باش که در لحظه حال هست. این همون نور چراغ قوه است که در میان مهراهی باز میکنه. به این ترتیب حالت آگاهی تو
تحت کنترل شرایط بیرونی در نخواهد اومد. تو دیگه در اختیار واکنش ها و مقاومت درونی خود نیستی. اون وقت به جزئیات وضعیت موجود نگاهی بنداز. از خود بپرس: آیا میتونم وضعیت موجود رو دگرگون کنم، بهبود ببخشم و یا اینکه خود رو از آن بیرون بیارم؟ اگه پاسخ مثبته، اقدام لازم رو به عمل بیار. روی صد کاری که میتونی در آینده انجام بدی متمرکز نشو. روی کاری متمرکز شو که در لحظه حال توان انجام اون رو داری. منظورم این نیست که نباید طرح و برنامه‌ای داشته باشی. ممکنه طرح و برنامه ریختن همون کاری باشه که باید در لحظه حال اون رو انجام بدی. مبادا دچار فرافکنی به آینده بشی و لحظه حال رو از دست بدی. هر کار تو ممکنه بلافاصله ثمر نده. تا هنگام به ثمر نشستن کارها در برابر آنچه که هست مقاومت نکن. اگه برای دگرگونی وضعیت نامطلوب موجود از دست تو کاری بر نمیاد، خود رو از این وضعیت بیرون بیار. اگه توان بیرون آوردن خود از وضعیت نامطلوب موجود رو هم نداری، از وضعیت نامطلوب موجود به عنوان ابزاری برای نزدیکتر شدن به ساحت تسلیم استفاده کن. به ژرفای لحظه حال برو، به ژرفای هستی برو. در دل بزرگ و بی‌منتهای هستی پناه بگیر. وقتی به این ساحت بی زمان حضور میرسی، به طرزی معجزه‌آسا همه چیز دگرگون میشه. بی آنکه به عمل تو نیازی باش. اون وقت زندگی شیرین و سازگار میشه. اگه عامل‌های درونی یعنی ترس، احساس گناه، بیحالی مانع عمل و اقدام تو میشه، نگران نباش. اونا در پرتو نور حضور آگاهانه تو رنگ میبازن. تسلیم رو با حالت دیگه برام مهم نیست یا حالت هرچی پیش آید خوش آید یکی نگیر. این حالت‌ها آلوده به منفی‌گرایی در شکل بیزاری پنهانند. همون مقاومتن که نقاب به چهره زدن. وقتی در حالت تسلیم هستی خود نگر باش. ببین آیا از مقاومت درونی چیزی در تو باقی مونده یا نه. وقتی این کار رو میکنی خیلی هوشیار باش. خورده ای از مقاومت به شکل یک فکر و یا یک احساس ممکنه در زوایای تاریک وجود تو پنهان شده باشه. گذر از انرژی ذهن به انرژی معنوی. پرسش: رها کردن مقاومت درونی؟ گفتنش ساده تر از انجام دادنشه. هنوز نمیدونم چطور میتونم از عهده این کار بر بیام. اگه بگید با تسلیم، این پرسش پیش میاد که چطور؟ پاسخ: با اقرار به این که مقاومتی هست شروع کن. وقتی این مقاومت وجود داره تو حاضر باش و اون رو مشاهده کن. ببین ذهن تو چگونه چنین مقاومتی رو می آفرینه. چگونه بر وضعیتها، بر تو و بر دیگران برچسب می زنه. به روند فکر خود توجه کن. انرژی احساس رو حس کن. با مشاهده مقاومت متوجه می شی که این مقاومت هیچ فایده‌ای در بر نداره. با تمرکز کامل به روی لحظه حال، مقاومت ناآگاهانه رو به سطح آگاهی و شعور خود میاری و آگاهانه می کنی و این خاتمه دادن به مقاومت. ممکن نیست آگاه باشی و در عین حال ناشاد باشی، آگاه باشی و منفیگرا باشی. منفیگرایی، ناشادمانی و یا درد و رنج حاکی از اینه که در تو مقاومتی وجود داره و مقاومت همواره ناآگاهانه است. پرسش: مطمئنن من میتونم نسبت به احساسات اندوه بار خیش آگاه باشم؟ پاسخ: آیا ناشادیت رو خودت انتخاب کرده ای؟ اگه پاسخ منفیه، پس این ناشادی از کجا اومده؟ چه کسی اون رو زنده نگه میداره؟ میگی که از احساسات ناشاد و اندوه بار خود آگاه هستی، اما حقیقت اینه که تو خود رو با اونها همزاد و یکی پنداشته ای و تویی که به مدد فکرها اونها رو زنده نگه میداری. همه اونها ناآگاهانه اند. اگه آگاه بودی، یعنی اگه در لحظه حال کاملا حضور داشتی، همه ذهنیت ها و احساسات منفی تو بیدرنگ محو می شدن. اونها نمیتونند حضور تو رو تاب بیارن. اونها فقط در غیاب توست که هستن. حتی تیرگی دردمندی بدن هم نمیتونه تابش نور حضور تو رو تحمل کنه. دردهای عاطفی و جسمی برطرف می شن. تو با زمان دادن به ناشادی خیش اون رو زنده نگه می داری. زمان خون شریان های ناشادیه.
با بیداری در لحظه حال زمان رو حذف کن. ناشادی از بین میره. اما آیا خواهان اون هستی که ناشادیت از بین بره؟ آیا به اندازه کافی ناشاد بوده ای؟ بدون غم و اندوه تو چه کسی خواهی بود؟ تا موقعی که تسلیم رو تمرین نکرده ای، بعد معنوی چیزیه که در کتاب ها میخونی، دربارش صحبت میکنی، از شنیدن مطلبی درباره اون به هیجان میای، دربارش مطلب مینویسی، دربارش فکر میکنی، به اون باور داری، اما اون رو با تمام سلول های خود تجربه نمیکنی. معنویت هنوز حقیقتی زنده در زندگی تو نشده. وقتی تسلیم رو تجربه میکنی، انرژی که از تو ساطع میشه بسیار عظیمتر و سازنده تر از انرژی ذهنه. دنیای کنونی ما با انرژی ذهن داره میشه. انرژی ذهنه که ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دنیای کنونی ما رو شکل داده. این ذهن خود رو از طریق نظام آموزشی و رسانه ها حفظ میکنه. به واسطه تسلیم انرژی معنوی به کالبد جهان جاری میشه. به واسطه تسلیمه که دیگه خود رو، دیگران رو، همه شکل‌های گوناگون حیات رو دچار مصیبت نمی‌کنی. انرژی معنوی برخلاف انرژی ذهن زمین رو آلوده نمی‌کنه. این انرژی در معرض قانون قطب‌های متضاد نیست. قانونی که میگه هیچ چیز نمی‌تونه بدون ضد خود هستی داشته باشه و اینکه خوبی نمی‌تونه بدون حضور بدی معنا پیدا کنه. اونهایی که تحت سلطه انرژی ذهن هستند که اکثریت آدمهای دنیا رو تشکیل میدن از انرژی معنوی وجودشان بیخبر و بیبهره میمونه. این انرژی به عالمی دیگه سوای عالم ذهن تعلق داره. به تعبیر حافظ شیرین سخن شیراز، آدم آگاه و بیدار در عالم خاکی، عالم ذهن نمی آید به دست. عالمی دیگر، عالم حضور آگاهانه و بیداری جانانه بباید ساخت و از نو آدمی. چنین آدمی از همه ذهنیت‌ها و احساسات منفی تطهیر شده است و در جهانی زندگی می‌کند که یکسره هستیه. زمین رو چنین آدم‌هایی به ارث خواهند برد. در غیر این صورت زمین نابود خواهد شد. مسیح در خطبه بر بالای کوه به همین نکته اشاره می‌کند. خوشا به حال بی پیرایگان، آنها زمین را به ارث خواهند برد. حضور آدم‌های روشن و بی پیرایه به تعبیر حافظ حضوری است لطیف و ناب، حضوری که الگوهای ناآگاهانه ذهنی دیگران را محو می‌کنه، غبار غم را می‌نشاند، قرار دل را می‌ستاند، نهال شوق را در خاطر دیگران می‌نشاند، راز پنهانی را بازگو می‌کند. حضوری که در بند درمان نیست و کدورت درد رو با تابش نگاه نافذ خود می زداید. در ساحت حضور دیگه از زمامداری نفس خبری نیست. به واسطه تسلیم وضعیت بیرونی هم که زمانی مقاومت درونی تو رو برمی انگیخت بیدرنگ دگرگون می شه. تسلیم نیرویه که آدم ها و وضعیت ها رو استحاله می بخشه. اگه شرایط بیدرنگ عوض نشه، پذیرش لحظه حال تو رو قادر میکنه که به فراسوی شرایط و موقعیت ها بری. در هر حال تو آزاد و رها خواهی شد. تسلیم در روابط شخصی. پرسش: با کسانی که میخوان به نحوی از من استفاده کنن یا آلت دست قرار بدن و یا کنترلم کنن چه باید بکنم؟ آیا باید تسلیمشون باشم؟ پاسو: اینطور آدم ها از هستی بریدن. بنابراین ناآگاهانه تلاش میکنن تا از تو انرژی و قدرت بگیرن. فقط یک آدم ناآگاهه که سعی میکنه از دیگری استفاده کنه و یا دیگری رو به بازی بگیره. اما اینم حقیقت داره که یک آدم ناآگاهه که مورد استفاده دیگری قرار میگیره و یا به بازی گرفته میشه. اگه در برابر رفتار ناآگاهانه دیگران بیستی و یا با اون به جنگی، تو هم به ورطه ناآگاهی میفتی. اما تسلیم به معنی این نیست که اجازه بدی دیگران از تو استفاده کنن و یا تو رو به بازی بگیرن. من این طور نیست. کاملا امکان داره که قاطعانه و استوار به کسی نبگی و یا خود رو از وضعیتی که دوستش نداری بیرون بکشی و
و در این حال در حالت عدم مقاومت باشی. وقتی به کسی و یا وضعیتی نمیگی، این نه تو نباید زاده واکنش باشه، بلکه باید زاده بصیرت تو باشه. بصیرتی که بهت میگه در اون لحظه چه چیزی درست و چه چیزی نادرسته. اجازه بده نه تو نه آزاد و رها از همه ذهنیت ها و احساسات منفی باشه تا موجب درد و رنج بیشتر نشه. پرسش: من در محیط کار خود احساس خوشایندی ندارم. از محیط کارم خوشم نمیاد. سعی کردم تسلیم باشم اما موفق نشدم. مقاومت زیادی رو در درون خود احساس میکنم. چه کنم؟ پاسخ: اگه نمیتونی تسلیم باشی، بیدرنگ دست به اقدامی مثبت بزن. چیزی بگو و یا کاری بکن که وضعیت تو رو دگرگون کنه یا خود رو از اون وضعیت بیرون بکش. مسئولیت زندگی خود رو به عهده بگیر. هستی زیبا و درخشان خود رو با ذهنیت‌ها و احساسات منفی آلوده نکن. به اندوه اجازه نده تا در تو خانه کنه. اگه نمیتونی دست به اقدامی مثبت بزنی، برای مثال اگه در زندان هستی، بنابراین دو گزینه دیگه پیش رو داری: مقاومت و یا تسلیم. اسارت شرایط بیرونی و یا آزادی درونی از شرایط بیرونی. درد و رنج و یا آرامش. پرسش: آیا عدم مقاومت فقط به دنیای درون ما مربوط میشه و یا به دنیای بیرونی ما هم مربوطه؟ مثلا عدم مقاومت در برابر خشونت؟ پاسخ: تو فقط باید به جنبه درونی عدم مقاومت توجه کنی. برتری با دنیای درونه. البته عدم مقاومت درونی دنیای بیرون تو را هم دگرگون خواهد کرد. روابط تو رو سامانی مطلوب خواهد بخشید و غیره. تسلیم روابط تو رو هم عمیقاً تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگه هرگز نمیتونی اون چیزی که هست رو بپذیری، دیگران رو هم اونطور که هستن نمیتونی بپذیری. قضاوت خواهی کرد، انتقاد خواهی کرد، برچسب خواهی زد، تلاش خواهی کرد تا آدمها رو تغییر بدی. علاوه بر این، اگه به طور مداوم لحظه حال رو به وسیله‌ای برای رسیدن به آینده تبدیل کنی، اون وقت دیگران رو هم وسیله‌ای خواهی دید که تو رو به هدف‌هات در آینده می‌رسونن. به این ترتیب دیگه خود رابطه برات مهم نیست. اون چیزی که از رابطه به دست میاری مهمه. پول، قدرت، شهرت، احترام و اعتبار، لذت جسمانی و یا صورت‌های دیگه تمایلات نفسانی. اجازه بده برات تشریح کنم که تسلیم چطور میتونه بر روابط تو با دیگران اثر بذاره. وقتی درگیر یک بحث و یا نزاع میشی با یار خود و یا یکی از نزدیکان خود، مشاهده کن وقتی که موضع تو مورد حمله قرار میگیره چطور به حالت تدافعی در میاد. یا وقتی به موضع دیگری حمله میکنی، نیروی خشم خود رو احساس کن. وابستگی خود رو به باورها و دیدگاه‌های خود مشاهده کن. انرژی ذهنی عاطفی نهفته در نیاز به اثبات برحق بودن خود و باطل بودن مخاطب خود رو احساس کن. این انرژی ذهن نفسانیه. اون وقت که به وجود این انرژی پی می‌بری و اون رو احساس می‌کنی، در واقع این انرژی رو از ضمیر ناخودآگاه خود به ضمیر خودآگاه خود می‌آری. سپس روزی در بحبوحه یک بحث و جدل ناگهان متوجه میشی که گزینه دیگه هم پیش روی تو هست. تو میتونی دست از واکنش بکشی و ببینی چی پیش میاد. به این ترتیب حالت تسلیم رو تجربه میکنی. دست کشیدن از واکنش به این معنی نیست که فقط بگی بسیار خوب، حق با تو. و اون وقت در باطن به خود بگی من برتر از این جهالت‌های بچگانه هستم. این کار فقط جابجا کردن مقاومت درونیه. ذهن نفسانی تو هنوز مشغول کاره و برای خود برتری بر دیگران قائله. من از رها کردن کامل میدان انرژی ذهنی عاطفی درون تو سخن میگم. همون چیزی که جویای برتری و قدرته. نفس بسیار زیرکه. گفتند
نفس شگفت هیلگریست. گفتم به چنگش خواهم آورد. به چنگش آوردم. لبخند رضایتی بر لبانم نشست. نگریستم. نفس از چنگم گریخته و بر لبانم نشسته بود. باید بسیار هوشیار باشی. باید کاملا حضور داشته باشی. باید با خود صادق باشی. آنچنان که بتونی ببینی آیا یکی انگاری خود با موضع ذهنی خود رو کنار گذاشته ای و رها شده ای یا نه. اگه احساس روشنی، سبکبالی، آرامش، رهایی و وضوح می کنی، بنابراین تسلیم رو تجربه کرده ای. اون وقت خوب نگاه کن و ببین وقتی تو دست از مقاومت می کشی و نفسانیت مخاطب خود رو تقویت نمی کنی، چه بر سر موضع ذهنی او میاد. هنگامی که یکی انگاری خود با موضع ذهنی از بین میره، رابطه حقیقی شکل میگیره. پرسش: درباره عدم مقاومت در برابر خشونت و ستم و غیره چی میگید؟ پاسخ: عدم مقاومت به معنای بی‌عملی نیست. عدم مقاومت به این معنیه که عمل تو واکنشی نباشه، بلکه برخواسته از سر بصیرت باشه. حکمت رزماوران شرقی میگه در برابر نیروی رقیب خشک نباش، نرم و انعطاف پذیر باش تا غلبه کنی. در تاویز به چنین عملی عمل بیعملی میگن. غرق در آرامش نشستن و کاری نکردن در چین باستان فضیلتی بزرگ محسوب میشد. این حالت با خونسا بودن فرق داره. خونسا بودن حاصل ترس، تنبلی و گیجیه. عمل بیعملی متضمن عدم مقاومت درونی و هوشیاری بالاست. از طرف دیگه اگه عمل ضروری باشه تو عمل خواهی کرد، اما نه عملی که برخواسته از ذهن شرطی شده است، بلکه عمل تو پاسخی از سر حضور آگاهانه به وضعیت موجود. در این حالت ذهن تو از مفاهیم از جمله مفهوم عدم مقاومت رهاست. به این ترتیب چه کسی میتونه عمل تو رو پیش بینی کنه؟ نفس معتقده که در مقاومت تو نیروی نهفته است، در حالی که مقاومت رشته اتصال تو رو با هستی قطع میکنه. منبع همه نیروها هستی مطلقه. مقاومت همون ضعف و ترسه که نقاب قدرت به چهره زده. اون چیزی رو که نفس ضعف مینامه هستی ناب و بی‌پیرایه و توانمند توه. اون چیزی رو که نفس قدرت مینامه همون ضعفه. بنابراین نفس در حالات گوناگون مقاومت درونی خود رو نشون میده و ریاکارانه تلاش میکنه مثلا ضعف تو رو از میان برداره. در واقع همان توانمندی حقیقی تو رو. استحاله بیماری به بیداری. پرسش: اگه کسی به شدت بیمار باشه و وضعیت خود رو بپذیره و تسلیم بیماریش بشه، آیا باید از ارادهش برای شکست دادن بیماری هم دست بکشه تا بهبود پیدا کنه؟ پاسخ: تسلیم پذیرش بیچون و چرای اون چیزیه که در لحظه حال هست. من درباره زندگی تو سخن میگم، نه درباره وضعیت و شرایط زندگی تو. پیش از این درباره تفاوت این دو سخن گفتم. بیماری پاره ای از وضعیت زندگی توه. بنابراین گذشته ای داره و آینده ای. گذشته و آینده تداومی بیوقفه دارن. مگر اینکه نیروی شفابخش حضور به واسطه حضور تو در لحظه حال فعال بشه. همونطور که میدونی زیر وضعیت‌های گوناگون زندگی تو که در زمان واقع شدن، حقیقتی ژرف‌تر و بنیادی‌تر وجود داره. زندگی تو، هستی تو در لحظه بی زمان حال. همونطور که در لحظه حال مشکلی وجود نداره، بیماری هم وجود نداره. برچسبی که کسی به وضعیت زندگی خود میچسبونه، اون وضعیت رو تثبیت میکنه، به اون اختیار میده و از یک اختلال گذرا و موقتی واقعیتی سفت و سخت و پابرجا به نام بیماری می سازه. این برچسب نه تنها به این حالت زود گذر عدم تعادل واقعیتی ثابت می بخشه،
بلکه به اون بودی تازه هم میده، یعنی زمان. اگه از برچسب زدن دست برداری، بیماری به یکی از این فاکتورها تبدیل میشه. درد بدنی، ضعف بدنی، ناراحتی و یا ناتوانی. و این چیزیه که تسلیم تو رو میطلبه. لحظه حال. تو تسلیم ایده بیماری نمیشی. به درد اجازه میدی تا تو رو به لحظه حال بکشونه، یعنی به ساحت آگاهی شدید. از اون برای بیداری و آگاهی استفاده کن. تسلیم اون چیزی که هست رو دگرگون نمی کنه، بلکه تو رو دگرگون می کنه. وقتی که تو دگرگون بشی، همه جهان تو دگرگون میشه. چون جهان تو چیزی جز انعکاس آگاهی تو نیست. درباره این موضوع پیش از این سخن گفتیم. اگه در آینه نگاه کردی و از اون چیزی که دیدی خوشت نیومد، دیوانه اگه به تصویری که در آینه میبینی حمله کنی. این دقیقا همون کاریه که تو در حالت عدم پذیرش آنچه که هست انجام میدی. البته اگه به تصویر درون آینه حمله کنی، تصویر هم به تو حمله خواهد کرد. اما اگه اون تصویر رو بپذیری، اگه با اون تصویر دوستانه رفتار کنی، اون تصویر نمیتونه با تو دوستانه رفتار نکنه. این گونه است که میتونی جهان رو تغییر بدی. بیماری مشکل نیست. مشکل توی. تو خود حجاب بهبودی میشی. با پذیرش سلطه ذهن نفسانی برخورد. وقتی بیمار یا ناتوان هستی، احساس نکن که به طریق شکست خوردی. احساس گناه نکن. گمان نکن که خداوند تو رو مکافات کرده. زندگی رو سرزنش نکن که چرا با تو ناعادلانه رفتار کرده. خودت رو هم سرزنش نکن. همه اینها حالات گوناگون مقاومتند. اگه بیماری عمده‌ای داری، از اون برای کسب بصیرت استفاده کن. ابتلا مکافات نیست. ابتلا میتونه موهبت تلقی بشه. چنین هم هست. از اون چیزی که بده و در زندگی تو واقع میشه، برای روشنی و بصیرت استفاده کن. با این توجه و ایمانه که بدیها به خوبیها تبدیل میشه. زمان رو از متن بیماری بیرون بیار. به این بیماری گذشته و آینده نده. اجازه بده این بیماری تو رو به بیداری شدید لحظه حال بکشونه. اون وقت ببین چه اتفاقی رو خواهد داد. کیمیاگر باش. مس‌ها و فلزات بی‌ارزش رو به طلا تبدیل کن. درد و رنج رو به بصیرت و روشنی تبدیل کن. بیماری رو به بیداری تبدیل کن. آیا بیمار هستی و از گفته های من برآشفته شده ای؟ بنابراین باید بگم که بیماری پاره ای از احساس و تصویر تو از خود شده و تو داری از این خود، از این هویت بیمار حمایت می کنی. وضعیتی که برچسب بیماری بر خود داره هیچ ربطی نداره به اون چیزی که تو واقعا هستی. هنگامی که مصیبتی اتفاق می افتد، تا جایی که اکثریت ناآگاه و خاموش جامعه مد نظره، فقط وقوع یک مصیبت و فاجعه میتونه پوسته نفسانیت اونها رو بشکنه و اونها رو به ساحت تسلیم و بیداری بکشونه. آنگاه که دنیای این اکثریت ناآگاه و خاموش انقدر به تنگ میاد که معنا و جاذبه خود رو از دست میده. این مصیبت برای اینان مواجه شدن با مرگه. مرگ روانی یا فیزیکی. ذهن نفسانی که آفریننده این دنیاست از هم می پاشه. از میان خاکستر دنیای کهنه دنیایی تازه پا به عرصه وجود می زاره. البته تضمینی نیست که فشارها و بلاها بتونه موجب بیداری و آگاهی اکثریت ناآگاه جامعه بشه. اما در بلاها و مصیبتها چنین استعدادی نهفته هست. در بلا و مصیبت و فشار، ممکنه مقاومت درونی بعضی ها حتی بیشتر از قبل بشه. در این صورت بلا زندگی اونها رو به دوزخ تبدیل میکنه. بعضی ها هم ممکنه هنگام بلا و مصیبت و فشار کمی تسلیم بشن. اما همین مقدار هم میتونه طعم صفا و آرامش رو به اونها بچشونه. هنگام بلا و مصیبت پاره ای از نفس ترک میخوره و از شکاف این ترک بارقه ای از آرامش و آگاهی به درون میتابه. بلا معجزاتی هم داشته. بودن جانیانی که در آخرین لحظه های عمر خود پیش از اعدام
حالت بی نفسی رو تجربه کردن و به این ترتیب طعم شادمانی و آرامش درون رو چشیدن. در اون لحظه ها اونها جایی در ذهن و در بیرون نداشتن تا به اونجا فرار کنن. اونا مجبور بودن اون چیزی رو که پذیرفتنی نیست کاملا بپذیرن. اونا مجبور شدند که تسلیم محض باشن. به این ترتیب اونها کاملا از گذشته و آینده بریدند و طعم رهایی رو برای لحظه هایی چشیدند. البته خود بلا و مصیبت نیست که موجب تجربه رهایی میشه، بلکه تسلیمه که چنین خاصیتی داره. بلا و مصیبت اکثریت ناآگاه و خاموش رو به تسلیم وادار میکنه و تسلیم اونها رو از قید و بند گذشته و آینده رها میکنه. بنابراین اگه به هر دلیلی به بلا دچار شدی، بیماری، ناتوانی، از دست دادن خونه و دارایی، از دست دادن شهرت و اعتبار، قطع شدن یک رابطه، مرگ یا درد و رنج یک عزیز و یا احساس نزدیک شدن زمان مرگ خود، روی دیگه سکه بلا رو هم باید ببینی. در این هنگام و هنگام است که یک قدم با استحاله و دگرگونی بنیادی فاصله داری. فقط یک قدم مونده تا بتونی مثل وجود خود رو طلا کنی. این یک قدم تسلیم نام داره. منظورم این نیست که در هنگامه بلا و مصیبت شاد باشی. بدیهیه که شاد نخواهی بود. اما ترس و درد به صفا و آرامشی درونی تبدیل خواهند شد. صفا و آرامشی که موهبت الهی است. پاداش صبر و تسلیم تو. در مقایسه با این صفا و آرامش شادی چندان نمی ارزه. این صفا و آرامش نور معرفتی عطا می کنه که در پرتو اون می تونی نامیرایی و جاودانگی خیش رو ببینی. این یک باور نیست. یقینیه که به دلیل و برهان بیرونی نیازی نداره. استحاله درد و رنج به آرامش. پرسش: درباره فیلسوفی رواقی در یونان باستان خوندم که وقتی خبر مرگ فرزندش رو به او دادند گفت قرار نبود او هرگز نمیره. آیا این معنی تسلیمه؟ اگه چنینه من اون رو نمیخوام. گاهی شرایطی پیش میاد که در اون شرایط تسلیم بسیار غیر طبیعی و غیر انسانی به نظر میرسه. پاسخ: تسلیم به معنای قطع رابطه کردن با احساسات و عواطف خود نیست. ما نمیدونیم در درون اون فیلسوف وقت گفتن اون جمله چی گذشته. در بعضی از شرایط و وضعیت‌های حاد ممکنه برای تو پذیرش لحظه حال حتی ممکن نباشه. همیشه گزینه دیگه‌ای هم در کاره. گزینه اول اینه که در هر لحظه تسلیم واقعیت موجود اون لحظه باشی. با دونستن اینکه در اون لحظه چه چیزی هست، واقعیت‌های اون لحظه رو عوض نمی‌کنه. چون اون چیزی که هست در هر حال واقع شده. تو به اون چیزی که هست آره میگی و اون چیزی رو که نیست میپذیری. اون وقت کاری رو میکنی که باید بکنی به مقتضای لحظه حال. اگه ساکن ساحت پذیرش باشی دیگه ذهنیت ها و احساسات منفی نمی آفرینی. دیگه درد و رنج نمی آفرینی. دیگه غم و اندوه نمی آفرینی. به این ترتیب در اقلیم عدم مقاومت درونی به سر میبری. ساحت لطف و لطافت و سبکبالی. ساحت رهایی از مشقت و تقلا. وقتی که توان انجام این کار رو نداری، اون وقتی که این فرصت رو از دست میدی، حالا چه به خاطر عدم حضور آگاهانه کافی و چه به خاطر سختی مفرط شرایطی که در اون هستی و توان پذیرشش رو نداری، برای خود درد و رنج و غم ایجاد میکنی. البته به نظر میرسه که این شرایط و وضعیت توه که تو رو دردمند و رنجور و غمگین کرده. اما این طور نیست. مقاومت درونی توه که باعث این حالت شده. گزینه دوم اینه که اگه نمیتونی بپذیری اون چیزی رو که در بیرون توه، بنابراین اون چیزی رو که در درون توه بپذیر. اگه نمیتونی شرایط بیرونی رو بپذیری، شرایط درونی خود رو بپذیر. یعنی در برابر دردی که میکشی مقاومت نکن. بهش اجازه بده که باشه.
تسلیم اندوه، یأس، تنهایی و صورت‌های دیگه دردمندی خود باش. اونا رو مشاهده کن بدون اینکه برچسبی بهشون بزنی. اونا رو در آغوش بگیر. اون وقت مشاهده کن که چطور معجزه تسلیم درد و رنج تو رو به آرامشی ژرف تبدیل می‌کنه. این صلیب توه. پس اجازه بده رستاخیز و معراج تو هم باشه. پرسش: نمیتونم بفهمم چطور ممکنه کسی تسلیم درد و رنج خود باشه. همونطور که خود شما اشاره کردید، درد و رنج همون عدم تسلیمه. چطور میشه تسلیم عدم تسلیم شد؟ پاسخ: برای یک لحظه تسلیم رو فراموش کن. وقتی درد و رنج تو شدیده، همه ی حرفای من درباره تسلیم بی‌معنی جلوه می‌کنن. وقتی درد و رنج تو عمیقه، بیشتر دوست داری از اون فرار کنی تا اینکه تسلیمش بشی. دوست نداری اون چیزی رو که احساس می‌کنی احساس کنی. کدوم طبیعی‌تره؟ اینکه احساس خود رو احساس کنی و یا اینکه از اون فرار کنی؟ اما فرار ممکن نیست. راهی به بیرون نیست. چیزهایی هست که طعم فرار میدن اما شبه فرارن، مثل خود رو به کار مشغول کردن، مشروب، مواد مخدر، خشم، فرافکنی، سرکوب و غیره. اما هیچ کدوم از اینا نمیتونن تو رو از درد و رنجی که داری رها کنن. وقتی درد و رنج رو به ضمیر ناخودآگاه خود میفرستی، به هیچ وجه از شدت اون کاسته نمیشه. وقتی درد عاطفی خود را انکار می کنی، به این ترتیب همه کارهای خود رو و همه افکار خود رو و همینطور همه روابط خود رو با این انکار به درد عاطفی خود آلوده و فاسد می کنی. تو اون درد عاطفی رو به عنوان انرژی منفی در همه جا پراکنده می کنی و دیگران به طور نهانی اون رو از تو می گیرن. اگه دیگران هم ناآگاه باشند، احساس می کنند که باید به طریقی تلافی کنند و به تو آسیبی برسونند. تو در رابطه با دیگران اون چیزهایی رو از اونها می گیری که انعکاس درونیات خود تو هستند. به تعبیر رومی، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. وقتی راهی به بیرون نیست، همواره راهی در میانه هست. بنابراین روی خود رو از دردهای خود بر نگردون. با دردهای خود روبرو شو. اونها رو کاملا احساس کن. احساس کن اما درباره اونها فکر نکن. اگه لازمه اونها رو ابراز کن. اما در ذهن خود از اونها داستانی نساز. همه توجه خود رو به احساس خود معطوف کن، نه به شخص، شرایط و یا حوادثی که فکر می‌کنی علت اون دردن. به ذهن اجازه نده از دردهای تو استفاده کنه و برای تو هویت ساختگی یک قربانی، قربانی دیگران، قربانی شرایط، قربانی حوادث بسازه. اگه به حال خود دل بسوزونی و داستان غم‌های خود رو برای دیگران بازگو کنی، فقط وضعیت دردناک خود رو تداوم بخشیده ای. چون خلاص شدن از احساس غیر ممکنه. تنها امکان موجود برای دگرگونی رفتن به درون احساسه. در غیر این صورت هیچ تحولی رخ نخواهد داد. بنابراین توجه کامل خود رو به اون چیزی معطوف کن که احساس می‌کنی و سعی نکن برچسبی به اون بچسبونی. در حین انتقال تمرکز خود روی احساس خود کاملا هوشیار باش. ابتدا ممکنه احساس تیرگی و ترس کنی. اون وقت وقتی احساس می‌کنی که دوست داری روی خود رو از احساس درد خود بگردونی، متوجه این حالت خود باش اما روی خود رو بر نگردون. همچنان توجه خود رو روی احساس درد خود نگه دار و اندوه، ترس، دلهوره، تنهایی و غیره خود رو احساس کن. هوشیار بمون. حاضر باش. حاضر با تمام وجود خود. حاضر با تک تک سلولهای بدن خود. با این کار نوری به تاریکی میتابانی. این نور، نور شعله آگاهی توه.
در این مرحله دیگه لازم نیست دل مشغول تسلیم باشی. تسلیم خود به خود اتفاق افتاده. چگونه؟ توجه کامل همون پذیرش کامله. همون تسلیمه. با عطف توجه کامل خود تونستی از نیروی لحظه حال بهره‌مند بشی. این نیرو همون نیروی حضور توه. در این حضور حتی ذره ای از مقاومت درونی هم نمیتونه باقی بمونه. حضور تو زمان رو از میان بر میداره. بدون زمان درد و رنج و ذهنیت ها و عواطف منفی از بین میرن. پذیرش درد و رنج سفریه به مرگ. رویارویی با درد و رنج، اجازه دادن به درد و رنج که باشه، عطف توجه به اون، گام نهادن آگاهانه به ساحت مرگ. وقتی به چنین مرگی بمیری، متوجه میشی که مرگی وجود نداره. بنابراین چیزی برای ترسیدن وجود نداره. فقط نفسه که میمیره. فرض کن که پرتو نوری فراموش کرده که او پاره ایست جدا نشدنی از خورشید. بنابراین به غلط گمان میکنه که برای بقا باید بجنگه و به همین دلیل برای خود هویتی غیر از خورشید میآفرینه و به اون هویت آویزون میشه. آیا مرگ این گمان غلط رهایی اون پرتو نور نیست؟ آیا طالب مرگی راحت و ساده هستی؟ آیا ترجیح میدی بدون درد و رنج بمیری؟ بنابراین در هر لحظه گذشته رو بمیران و اجازه بده نور حضور تو تیرگی خود دروغین و وابسته به زمان تو رو بزداید. همون خودی رو که به غلط گمان میکنی هستی. طریقت عارفان و قدیسان طریقت تسلیم است. پرسش: در تذکره های عارفان گزارش زندگی بسیاری رو میخونیم که گفته شده از طریق رنج به خدا رسیدند. در این باره چی میگی؟ پاسخ: به تعبیری دقیق تر اونها از طریق رنج به خدا نرسیدند، چون رنج متضمن مقاومت درونیه. اگه مقاومت درونی نباشه رنجی هم نیست. اونها از طریق تسلیم به خدا رسیدند، از طریق پذیرش بیچون و چرای آنچه که هست. اگه رنج کشیدن، رنج اونها رو به وادی تسلیم کشونده. در همین وادی تسلیمه که دیدار میسر میشه. پرسش: چگونه تسلیم رو با پیدا کردن خداوند یکی می انگارید؟ پاسخ: چون مقاومت درونی و ذهن از هم جدا نمیشن. کنار گذاشتن مقاومت درونی یعنی تسلیم، خاتمه دادن به الهیت ذهنه. ذهنی که خدایگونه بر تو فرمان میرونه، اما خدای حقیقی تو نیست. به این ترتیب همه قضاوت ها و همه ذهنیت ها و عواطف منفی محو میشن. آنگاه ساحت خدا که توسط کفر زخیم ذهن پوشونده شده بود رخ می نماید و آغوش خود رو به روی تو می گشاید. ناگهان آرامشی ژرف از درون تو می جوشه و از تو جاری می شه. در متن این آرامش ژرفه که گل شادمانی حقیقی می شکفه. در دل این شادمانی حقیقیه که رایحه عشق در فضای وجود تو می پیچه. در کانون عشق، در قلب عشق، در هسته مرکزی عشقه که با حقیقتی لایزال، بی نام و نشان، بی منتها و جاودانه دیدار می کنی. با خدا. من تعبیر پیدا کردن خدا رو به کار نمی برم. چون چطور ممکنه چیزی رو پیدا کنی که اون رو هرگز گم نکرده ای؟ به تعبیر رومی، آنان که طلبکار یعنی جوینده خدایید، خدایید، حاجت به طلب یعنی جستجون نیست، شمایی، شمایی، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید؟ کس غیر شما نیست، کجایید، کجایید؟ در خانه نشینید و مگردید به هر در، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. خواهید ببینید رخ اندر رخ معشوق، زنگار یعنی ذهن، ز آینه یعنی آگاهی، به سیقل بزدایی.
واژه خدا طی قرن‌ها و هزاره‌ها مورد سوء تعبیر قرار گرفته. چنان از خدا سخن گفته میشه که انگار او موجودی جدا از تو و جدا از همه چیز و همه کس. خدا یک موجود نیست، بلکه عین وجوده. در اینجا ما با فاعل شناسایی یعنی انسان و موضوع شناسایی یعنی خدا روبرو نیستیم. دوگانگی در کار نیست، یگانگی محض. تجربه خداوند تجربه ساده و بسیط. شگفتی نیست که تو خداوند رو تجربه کنی. شگفت اینه که چرا اونو تجربه نمی کنی. طریقت رنج طریقتی قدیمی است. تا زمانهای اخیر گمان می کردن رنج بردن تنها طریق رسیدن به خداست. اما نباید قابلیت این طریقت رو هم انکار کرد. این طریقت هنوز هم کارایی داره. مسیح ثابت کرد که بدترین حادثه زندگی یعنی میخکوب شدن بر صلیب میتونه به بهترین حادثه زندگی یک انسان تبدیل بشه. حادثه‌ای که تو رو به ساحت تسلیم، به ساحت مرگ میکشونه و تو رو وامی داره که در ساحت هستی هیچ چیز و هیچ کس بشی. خدایگونه بشی، چون خدا هم چیز یا کس نیست. خداوند هم هیچ چیز و هیچ کسه. تنها رنج ناخواسته است که اکثریت ناآگاه رو به ساحت تسلیم و بیداری میکشونه. این رنج رو خداوند بر انسان تحمیل نمیکنه. این رنج رو انسان خود بر خود تحمیل میکنه. این رنج رو زمین در حالت تدافعیش در برابر اقدامات ویرانگر انسان بر انسان تحمیل میکنه. با وجود این هستند کسانی که رنج نمیبرند و به روشنی میرسند. تو هم میتونی یکی از اونها باشی. طریقت رنج یعنی تو رو به اجبار به ساحت هستی بکشونند. با جیغ و داد. تو سرانجام تسلیم خواهی شد چون رنج رو تاب نخواهی آورد. روشن شدگی آگاهانه اونیه که وابستگی خود رو به گذشته و آینده کنار بذاری و لحظه حال رو مرکز توجه خود قرار بدی. یعنی این گزینه رو انتخاب کنی که ساکن ساحت حضور باشی، نه ساکن زمان. یعنی به اون چیزی که هست آری بگی. اون وقت دیگه نیازی به رنج نیست. فکر میکنی به چه مدت زمان دیگه نیاز داری تا به این مرحله برسی که بگی من دیگه درد و رنج نمیافرینم؟ به چه میزان رنج دیگه نیاز داری تا دست به این انتخاب بزنی؟ اگه فکر میکنی که به زمان بیشتری نیاز داری، این زمان بیشتر به تو داده خواهد شد. به همراه رنج بیشتر. زمان و رنج هرگز از هم جدا نمیشن. قدرت انتخاب. پرسش: نظرتون درباره اونهایی که دوست دارن رنج بکشن چیه؟ چرا اونها دوست دارن مورد آزار و اذیت قرار بگیرن؟ چرا اونها خود رو از وضعیت دردناکشون بیرون نمی کشن؟ چرا اونها رنج رو انتخاب می کنن؟ پاسخ: واژه انتخاب رو به ویژه در این متن باید با احتیاط به کار برد. انتخاب این واژه در متن حرفهای شما به این معنیه که بعضیا وضعیت‌های منفی زندگی رو واقعا انتخاب می کنن. انتخاب متضمن آگاهیه، درجه بالا از آگاهی. بدون این آگاهی انتخابی در کار نیست. انتخاب زمانی معنی پیدا میکنه که تو خود رو با ذهن خیش و الگوهای اون یکی نپنداری. لحظه ای که تو حضور پیدا میکنی و یا به عبارت دیگه دوباره به دنیا میای. تا وقتی که به این مرحله نرسیدی هنوز ناآگاه هستی، یعنی مجبوری که بر اساس ذهنی شرطی شده باورهای خاص داشته باشی، به فکرهای خاص بپردازی، احساساتی خاص داشته باشی و رفتاری خاص از خود بروز بدی. به همین دلیل بود که مسیح بر بالای صلیب خیش گفت: خدایا اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. آگاهی هیچ ارتباطی به میزان اطلاعات تو نداره. هستند کسانی که در رشته‌های تخصصی خود اطلاعات عظیم دارند، اما در ساحت معنوی بسیار ناآگاه هستند. اینطور آدم‌ها را در میان پزشکان، مهندسان، استادان،
روحانیان و بازرگانان بسیار می‌بینیم. اینها دلی ناشاد دارند و فروغی در چشمانشان نیست. ذهن آنچنان که توسط گذشته شرطی شده، همواره در صدد بازآفرینی اون چیزیه که با اون آشنا و معنوسه. حتی اگه این چیز دردآور باشه، حداقل برای ذهن چیزی آشنا. ذهن مدام به شناخته ها میچسبه. ناشناخته برای ذهن خطرناک تلقی میشه. چون ذهن تسلطی بر ناشناخته نداره. به همین دلیله که ذهن از لحظه حال اجتناب میکنه. آگاهی لحظه حال نه تنها در جریان ذهن شکاف میندازه، بلکه زنجیره گذشته آینده رو هم پاره میکنه. هیچ چیز تازه‌ای نمیتونه به دنیای ما بیاد مگه از طریق همین شکاف. بعضی ها طبق الگوهای ذهنی کهنه خود رو گناهکار و در نتیجه مستحق رنج و مکافات میدونن. وقتی میگیم کسی برای خود رنج میآفرینه، کیست که این رنج رو میآفرینه؟ بی تردید الگوی ذهنی عاطفی که از گذشته به ارث رسیده. چرا باید از این الگو برای خود هویتی بسازیم و گمان کنیم که این هویت واقعیه و قدرت انتخاب وضعیت‌های گوناگون رو داره؟ الگوهای ذهنی خود تو نیستن. هویت حقیقی تو ربطی به گذشته نداره. اگه به نیروی لحظه حال دست پیدا کنی، اون وقت میتونی چرخه وضعیت شرطی شده خود رو بشکنی و صاحب اراده و انتخاب بشی. هیچ کس درد و رنج و نزاع و مشقت رو انتخاب نمی کنه. اینها حاصل عدم حضور کافی برای محو گذشته است. تو کاملا در اینجا حضور نداری. ذهن شرطی شده از غیبت تو استفاده می کنه و زمام زندگی تو رو در دست می گیره. تا وقتی که ذهن تو با الگوهای شرطی شدهش زمام زندگی تو رو در دست داره، تا وقتی که تو ذهن خود هستی چطور میتونی دست به انتخاب بزنی؟ تو حتی حضور نداری، نیستی که انتخاب کنی. پرسش: آیا هیچ کس مسئول اعمال خیش نیست؟ پاسخ: اگه زمام تو در دست ذهن توه، گرچه قدرت انتخاب نداری، اما از تبعات و نتایج ناآگاهی خود رنج خواهی برد. مجبور خواهی شد که بار سنگین ترس‌ها، خصومت‌ها، مشکلات و درد و رنج‌ها رو به دوش بکشی. همین بار سنگینه که سرانجام مجبورت می‌کنه تا از چرخه ناآگاهی خیش بیرون بیای. پرسش: چطور می‌تونم به سطحی مطلوب از آگاهی برسم؟ پاسخ: با پذیرش کامل آنچه که هست و حضور کامل در لحظه حال. حضور کلیده. لحظه حال کلیده. پرسش: چه وقت کاملا تسلیم شدم؟ پاسخ: وقتی که دیگه نیازی به طرح این پرسش نباشه. با مناجاتی از سعدی شیراز بحث رو به پایان برسونیم. پارسایی گفت: خدایا از من مبر. خداوند پاسخ داد: کی پیوسته بودم به تو که اکنون ببرم از تو، کی بریده بودم از تو که اکنون بپیوندم به تو. تا بیم وصال با توست، وصالم کی میسر تواند شد تو را. نه اتصالی هست بین ما نه انفصالی، نه قربی نه بودی، نه ایمنی هست اینجا و نه ناامنی، نه جای گفتار هست اینجا و نه جای خاموشی، نه رسیدنی در کار است و نه بازگشتی، نه جایی برای فکر هست و نه جایی برای وهم، نه مکانی هست که فکر در آن فرود آید و نه زمانی هست که وهم بدان تواند رسید. به دست علما جز حرف و به دست فقها جز جستجو چیزی نیست. اگر به کعبه روی جز سنگ نمیابی، اگر به مسجد درایی جز دیوار نمیابی، اگر به عالم صورت ها نگری جز مصیبت نیست، اگر به عالم بالا نگری جز حیرت نیست. توحید موحدان آرایش است و الحاد ملحدان آلایش. نه از موسی سودی رسد به من و نه از فرعون زیانی.
اگر بیایی شادمانه با مایی، دربانی نیست. اگر نیایی غمگنانه در مایی، پاسبانی نیست.